می حاضرین گرامی، برادران و خواهران گرانقدر و عزیز، مهمانان عزیز، کسانی که از راه دور و نزدیک در این مراسم باشکوه تشریف آوردن، از شهرهای دیگه اتریش، سالزبورگ، گراس، لینز، ویلز و کسانی که از کشورهای دیگه در این مکان حضور آوردن، مخصوصا مهمان ویژه ما جناب دکتر ارشاد، رئیس حزب شهروندان افغانستان، و خدمت همه شما عرض ادب و سلام و احترام دارم. قبل از آنی که از حضور یکایک شما و کسانی که این برنامه را تدارک دیدن و زحمت کشیدن و شمایی که از راه دور زحمت کشیدید آمدید از طرف ستاد مردمی تقدیر بکنم، سه نکته را میخواهم خدمت شما به عرض برسانم. نکته اولی که بابه شهید بابه همه ما و شماست، بابه همه کسانی که به او، به آرمان او، به اهداف او ایمان دارند، بابه یک تعداد خاص، یک نهاد خاص، یک مردم خاص و از جغرافیای خاص نیست. همه کسانی که به عدالت و آزادی باور دارند و با آرمان او ایمان دارد، بابه مربوط به همه است، مربوط به یک شخص و یک نهاد خاص نیست. بنابراین همه کسانی که بابه را بابه می فهمند و به عنوان بابه قبول دارند، در برابر میراث او و در برابر پاسداری از اهداف و آرمان او مسئولیت دارند. شمایی که امروز اینجا تشریف آورده اید، بابه را بابه می فهمید و به خاطر حفاظت و پاسداری از آرمان او از همه چیز گذشته اید، اینجا آمده اید. پس بابه، بابه یک نفر نیست، بابه یک نهاد نیست، بابه همه ماست و همه ما در برابر میراث او مسئولیم. نکته اول. نکته دومی است که دوستای شما در اتریش یک افتخار را داره و او افتخاری است که چندین سال است تلاش میکند سالگرد رهبر شهید را آنطوری که خود او میخواست برگزار میکنه. یعنی تریبونی که در اتریش به نام بابه، به نام مزاری ایجاد شده است، این تریبون مزاری است و هیچ کسی اینجا نمیتواند خود را سانسور کند. هر کسی که به بابه باور دارد و به آرمان او ایمان دارد، او ضرورتی ندارد که خود را سانسور بکند. ما تلاش کردیم سالگرد را اونطوری که رهبر شهید میخواست برگزار کنیم، شخصیت‌های را از نقاط مختلف اروپا، آمریکا، افغانستان دعوت کردیم که اونها بیایند با شما در رابطه با اهداف رهبر شهید صحبت کنه، تحلیل کنه و گفتگو کنه. یعنی ستاد مردمی اتریش نسبت به هیچ کسی برخورد دوگانه نداشته است، برایشان فرق نمی کرده، هر کسی که به باور داشته دعوت کرده است. یعنی این تریبون مردم است، مردم شهید مزاری، و هر کسی که با مردم شهید مزاری هست میتونه بیایه از این تریبون حرف خود را بزنه، با مردم گفتگو بکنه و خود را سانسور نکنه. نکته سومی است که
ستات مردمی که در اتریش حدود 19 سال 19 بار سالگرد را برگزار کرده است، این ستات مردمی است. این مربوط به یک شخص، به یک تعداد خاص، به یک نهاد، به یک جریان نیست. این ستات، ستات شما مردم است، از میان شما مردم است و مربوط به شماست. و هر کسی که دوست داشته باشد میتونه عضو این ستات باشه. و به همو خاطر است هر کسی که وارد این محفل میشه، وارد این مجلس میشه، این مجلس و محفل را از خود میدانه، مالک این مجلس خود را درک میکنه. پس بنابراین میخواستم سه نکته را خدمت شما عرض بکنم. نکته اول این است که بابا همه ما و شماست. همه ما و شما در رابطه با اهداف و آرمان او مسئولیت داریم. نکته دومی است که این تریبون بنا ندارد که کسی که اینجا بیاید خود را سانسور بکنه. باید در رابطه با اهداف و آرمان رهبر شهید گپ بزنه و از مردم رهبر شهید صحبت بکنه و آنچه که در مصلحت مردم هست خود را سانسور نکنه و بگه. نکته سوم است که ستاد از شما مردمه و این برنامه هم با شما، از شما مردم است، مربوط به هیچ کسی، هیچ شخصی، هیچ نهادی خاصی نیست. مالک ستاد و مالک برنامه شما هستید. من از طرف ستاد مردمی اتریش از حضور یکایک شما برادران و خواهران ایمانی و هموطن خود، شما کسانی که مسئولانه اینجا حضور به هم رسانده اید، تقدیر و تشکر می کنم و شما سپاسگزارم. و همچنین از همکاران خود در کمیته های ستاد، کمیته فرهنگی، کمیته روابط، کمیته مدیریت و کمیته مالی و انتظامات، از همه عزیزانی که در طول این سه ماه زحمت کشیدن تا این برنامه را تدارک ببینن، از همه و همه تشکر میکنم. از قاری و نتاقا، گردانندگان این برنامه، و از صاحب این سالون برادر عزیزم جناب جاوید و همکارانشان، از همه و همه تشکر میکنم که با ما همکاری کردن تا ما توانستیم میزبان شما خوبان باشیم. تشکر.